بفرم. دوستان برگه میهمان در فیسبوک، امروز نخستین جلسه از سلسله جلساتی است که در ارتباط با ایران از منظری دیگر، از منظر تکاپی علمیش با شما صحبت خواهم کرد. علم و مدرنیته بپردازم. حقیقت این هست که ما نگاهی که به تاریخ ایران داریم نگاهی است که متاسفانه به دور از یک نوع عینی‌گری و نگاه علمی است. ما تا به همین امروز که داریم صحبت میکنیم متاسفانه برداشت که از تاریخ داریم به یک معنا میشه بگیم که برداشتی است که در تاریخ ماندیم. هنوز گرفتار بحث‌های تاریخی هستیم بدون اینکه از اونها درس گرفته باشیم. مهمترین نکته‌ای که به نظر من در این زمینه میاد این هست که ما هنوز حتی مسئولیت شکست‌های تاریخیمون رو از زمان حمله اسکندر تا به عصر حاضر رو نپذیرفتیم. هر نوع شکستی که در تاریخ پیش اومده ما مسئولیتش رو به گردن اونها می‌ندازیم. لازم هم نیست راه طولانی بره. با یک نگاهی به رفتارهای خودمون میتونیم به راحتی این رو ببینیم که وقتی که شکستی حاصل میشه ما حاضر نیستیم به یک عنوان یک فرد مسئولیت شکست رو بپذیریم. قضا و قدر، زمین و زمان و دیگران چه وجود خارجی داشته باشن یا نباشن همیشه مسئول شکست‌های ما و من بودن. بسیار خوب خواهد بود که برای یک بار هم که شده این تصمیم جدی رو بگیریم که یک آسیب شناسی از شکست‌هامون بکنیم که علمی باشه و عینی باشه، به این معنا که هیچ چیزی نه سیاه مطلق دیده بشه و نه سفید مطلق. خودمون رو وارد جنگ‌های حیدری نعمتی نکنیم. در تاریخ و در جامعه انسانی هیچ کسی نه خوب مطلقه نه بد مطلق. یاد بگیریم که اگر کسی رو می‌خوایم نقد بکنیم لجن مالش نکنیم. در کنار 5 نقطه خوبش 1 نقطه بد بدیم. در کنار 5 نقطه بدش حداقل 1 یا 2 نقطه خوب بهش اشاره بکنیم. به همین دلیل من بنا دارم در طی 4 جلسه آینده نگاهی بکنم به تکاپوی علمی خودمون که فکر میکنم یک تناظر بسیار نزدیک و یک به یکی بین تکاپوی علمی ما و تاریخ اجتماعی و مردمی ما از زمان هخامنشیان تا به امروز رو انجام بدم. به همین ترتیب صحبتی که خواهم داشت امروز در ارتباط خواهد بود با علم و مدرنیته در ایران و البته به طور کانونی در این مورد من میخوام از رصدخانه مراغه تا دانشگاه تهران رو مورد بررسی قرار بدم. اما مهمترین چیزی که در این دوره خواهد بود بحثی است که در ارتباط با این نموداری که اینجا خدمتتون نشون میدم وجود داره. همونطور که میبینین من تلاش کردم که از هخامنشیان تا عصر حاضر رو نشون بدم که چه مراکز فکری و علمی در ایران وجود داشته و چرا ما تمدن مبتنی بر گسست هست. تمدنی است منقطع. هر کسی که میاد سعی میکنه که بگه گذشته ها اشتباه کردن و من بهترین راه بلدم. ما هیچ وقت سعی نکردیم که از تجربه پیشینیانمون استفاده کنیم برای اینکه چرخ پیشرفت رو به سمت جلو حرکت بدیم. به همین دلیل هست که من ضمن اینکه نگاهی به مراکز علمی در از زمان هخامنشیان تا دوره معاصر خواهم کرد تلاش میکنم که این تناظر یک به یک بین ایجاد این مراکز علمی و در واقع بخوام بگم که آن چیزی که در فرهنگ مردمی و اجتماعی ما بوده برقرار بود و به خصوص میخوام به این مسئله برسم که چرا در ایران مدرنیته رخ نداده و چرا همچنان علارغم این که همه ما ایرانی ها بسیار علاقمند به تمام جلوه های مدرنیته هستیم
و به مدرنیزیسیون بسیار علاقمند هستیم، از وسایل مدرن استفاده میکنیم، آخریناشون هم، اما حاضر نیستیم که تفکرات خودمون رو مدرن بکنیم. و اشکال قضیه در همون جاست، یعنی در اینجاست، در جاییست که ما حاضر نیستیم که اندیشه های کهنه رو مورد بازنگری قرار بدیم. برای همین در این دوره شما خواهید دید که من کسانی رو مورد نقد قرار خواهم داد به یک نوعی جزء مقدسین تاریخی ما قرار گرفتن. یکی از مشکلات تاریخی ما این هست که چهره‌ای که علاقه من میشیم بهش رو بلافاصله در حاله تقدس میبریمش. وقتی که کسی مقدس شد یعنی ازش نمیشه پرسید، بنابراین پرسشگری متوقف شد. ما میراث‌های فرهنگ ناپرسشگری هستیم، یا آنطور که فیلسوف معاصر ما آرامش دوستدار میگه، فرهنگ ناپرسایی. من فکر میکنم یکی از قدم‌هایی که برای گسترش فرهنگ پرسشگری باید برداشت این هست که ما بتوانیم تقدس‌زدایی کنیم. خیلی مهم هست. برای این تمرینی رو من برای همه دوستان که در کلاس هستن و کسانی که دارن از طریق فیسبوک این برنامه رو الان دنبال میکنن، این تمرین رو میخوام بدم. همه ما در طول این چند هفته آینده و برای هفته آخر خواهش خواهم کرد که هر کسی چه در فضای مجازی فیسبوک و یا در این کلاس از مورد علاقه تن شخصیتی که براش وجود داره رو بگرده، پیدا کنه در ذهن خودش و حتما ازش ایراد پیدا بکنه. چون به نظر من اگر ما شخصیتی رو، انسانی رو پیدا بکنیم که مبرا از هر گونه ایرادی باشه، یعنی اون شخصیت رو ما در حالت خدایی بودیم، چون خداست که از نظر انسان‌ها بدون نقصه. بنابراین اگر ما باور به وجود کسی در طول تاریخ و در عصر حاضر داریم که بدون هیچ نوع ایراد و مشکلیه، ناخواسته داریم میپذیریم که یک انسانی وجود داره که خداست و نمیشه مورد نقدش قرار بدیم. اتفاقا نقد رو ما باید به کسانی بکنیم که بیش از همه بهشون علاقه مند، چون وقتی که خیلی بهشون علاقه مند باشیم اون حاله تقدس دورشون میاد. و این تمرین بسیار سختیه، ولی برای یک بارم که شده ما باید یاد بگیریم این جسارت رو داشته باشیم که مورد علاقه ترین شخصیت های تاریخیمون رو و یا کنونیمون رو به نقد بکشیم و بهشون خوبی ها و بدی هاشون رو در دو کفه ترازی بذاریم. به نظر من یک انسانی زیباتر خواهد بود که وقتی که شما بدی ها و خوبی هاشون رو در دو کفه ترازی میذارید ببینید که کفه خوبی هاش سنگین تره، ولی اگر بدی نداشته باشه یک جای کار لنگه. و مشکل از اون آدم نیست، از اون شخصیت تاریخی نیست، مشکل از من و تو و شما هستیم که حاضر نیستیم بپذیریم که اون شخصی که مورد علاقه ماست ممکنه ایراد داشته. متاسفانه نگاه ما به تاریخ هم همین گونه بود، یعنی نگاهی که مردم ما به تاریخ دارن سیاه و سفیدی مطلق، شخصیت‌های تاریخی ما یا سفید مطلقن یا سیاه مطلقن، و هنوز هم گرفتار جنگ سیاه و سفید هستیم که تا به حال ادامه داشته. من امروز تلاش میکنم که دوره باستان رو برای شما مرور بکنم و بحث‌های دوره پس از ورود اعراب و اسلام به ایران رو در جلسات بعد راجبش صحبت بکنم. در این دوره من هر دفعه بخشی از یک کتابی رو خواهم خوند و یک کتابی رو به شما معرفی خواهم کرد. یک کتابی که بسیار مورد توجه هم قرار گرفته و یکی از کسانی که من فکر می‌کنم کتاب‌هاش خوندنیه به غیر از آرامش دوستدار فیلسوف معاصر که اسم بردم، من خواهش میکنم حتما کتاب‌های سید جواد طباطبایی، دکتر سید جواد طباطبایی رو بخونید. یکی از معدود کسانی هست که تاریخ تحلیلی رو که وقتی نگاه میکنه در واقع یک نقد علمی میکنه و سعی کرده در کتاب‌هاش هم به این آسیب شناسی شکست و انحطاط در تاریخ ما که از حمله اعراب شروع میشه نگاه کنه. ولی من میخوام حتی قدیمی‌تر برم. ما باید از همون حمله اسکندر نگاه بکنیم، چرا شکست خوردیم و از شکست هامون درس بگیریم. کتابی که برای امروز انتخاب کردم کتاب مختصری هست به نام سقوط اصفهان. این کتاب
روایت یک کشیش عصر پسا مدرنیته در اروپاست که در دربار شاه سلطان حسین صفوی است. لهستانی است. کروسنسکی اسمش هست. بازنویسی و ترجمه از طرف آقای دکتر جواد طباطبایی انجام شد. کتابی است که حجم زیادی نداره. شاید حتی به 90 صفحه هم نرسه، همینطور که می‌بینید. من خواهش می‌کنم حتما کتاب رو بخونید. درس‌های بسیار زیادی میشه از این کتاب دید. این کتاب دقیقاً حرف دکتر طباطبایی در این کتاب این هست که ما بهترین مورخان و عصر صفوی و بعد از اون تا به کنون همه کسایی که در مورد شکست و سقوط دولت صفوی نوشتن هیچ کدومشون به اندازه این کشیشی که تازه آدم مذهبی بوده ولی چون از عصر پسا مدرنیته اومده بررسی دقیقی از علتهای شکست ایرانی ها نمیده. هنوز علتهای شکست فرض کنید صفویه اگر که از طرف تفکر روحانیون و دین مداران بیاد این هست که مردم دین خودشون رو از دست دادن. حالا به موقعش راجع به شکست اصفهان هم صحبت خواهیم کرد. اگر هم که از طرف سکولارها باشه معمولا ایرادهای دیگری گرفته میشه برای این شکست، ولی هیچ کدوم این بررسی جالب رو در مورد ما نکرد. ناهمراهی ما ایرانی ها با هم. من تکه ای از این کتاب رو برای شما انتخاب کردم که بخونم. در حدود دو پاراگراف هست که یک حقیقت تلخی رو اشاره میکنیم که وقتی که محمود افغان کرمان رو هم تصرف میکنه و به سمت اصفهان میاد و در واقع در دربار شاه سلطان حسین خالی هست از هر آدم که صلاحیت جنگیدن با این آدم رو باشه، چون تمام حسودهایی که در دربار بودن زیرا به کسانی که شایسته بودن رو زدن. چهار سردار باقی موندن فقط و مسئولیت دفاع از اصفهان با این هاست. شما وقتی که داستان این که کروسنسکی نقل میکنه میخونین فکر میکنین که راجبه امروز ایران داره میمیسه. خلاصه داستان این هست، حالا من براتون نقل میکنم از روی کتاب، ولی خلاصه داستان این است که اگر سرداران ایرانی با هم همراه بودن امکان نداشت محمود افغان بتونه که اصفهان رو تسخیر کنه. حتی همون باقی مانده ای از سردارهایی که دازه درجه یک و دو ما از دست داده بودیم به علت خصومت هایی که در دربار بود، زیراتنی هایی که در دربار بود، ولی حتی اونها هم میتونستن اصفهان رو نجات بدن. اما جالب هست که بخونید از نظر کروسنسکی سرداران حاضر بودن که پیروزی بر محمود افغان به نام همکارشون ثبت نشه ولی کشور شکست بخوره. بسیار تلخه. ببینید وقتی که میگم از آسیب شناسی شکست صحبت بکنیم یعنی این، نه اینکه راجع به قضا و قدر صحبت کنیم. از طوفان و آش نزوی و چیزهایی که اثر نکرده صحبت کنیم. در طول این دوره ها من تلاش خواهم کرد که مسائلی از این نوع رو بررسی کنم همزمان با اتفاقات علمی که داره در ایران و کشورهای دیگر جهان میافته. از دوستانی که در فیسبوک ما رو دنبال کردن بسیار سپاسگزارم. امیدوار هستم که از هفته آینده برنامه‌های گذشته برای بچه‌های ایران فقط در دسترس قرار بگیره. سپاسگزارم.